سلام به همه امیدوارم حالتون خوب باشه امروز میخوایم بریم سراغ یک بازی فوق دیگه از الکساندر آلخاین این بازی با بقیه بازی های آلخاین فرق داره چون شما همزمان پنج وزیر رو توی صفحه شطرنج میبینید و کاملا مشخصه که دیگه چه بازی هجومی رو در پیش رو خواهیم داشت پس آماده باشید که بریم سراغ بازی اما قبلش اینو بهتون بگم که اطلاعاتی راجع به این مسابقه متاسفانه موجود نبود حریف آلخاین هم عکسی ازش موجود نبود حتی اسمش هم موجود نبود به همین دلیل شما تصویرش رو به این شکل میبینید خب دیگه بریم سراغ این مسابقه خب تو این مسابقه الکساندر آلخاین با مهرای سفید گوشش ای چار انتخاب میکنه حریفش حرکت ای 6 انجام میده دفاع فرانسه حرکت دی 4 و دی 5 استاندارد بازی آلخاین میره سراغ لاین کلاسیک و حرکت اسب سی 4 انجام میده و اسب میره توی خونه ای اف 6 میدونیم که اگر که سرباز رو به جلو رفت که قوی ترین حرکت ممکن است میدونیم اسب جابجا میشه و استاندارد حرکت C5 هیچ مشکلی نداره اما آلخاین اینجا تصمیم میگیره که فیلش رو به ورتی خونی G5 و فیلش رو گسترش بده اینجا بازیکن هم همین کار میکنه فیلش رو ورتی خونی B5 و در واقع آچمز می کنه و همچین گسترش میده مهرش رو دقیقا کاری که الکساندر آلخاین کرد. اینجا آلخاین حرکت E5 انجام میده و حمله میکنه به اسب اما میدونیم که مهره رو مفت مجانی برنده نشدین چون حرکت اچ رو داریم که آلخاین اینجا این جاب این تعویض رو در واقع قبول میکنه اسب رو برمی داره بازیکن سیاه میره سراغ فیل اینجا این سرباز رو هم برمی داریم داریم حمله میکنیم به رخ رخ میره توی خونه جی 8 استاندارد بازی اما شاید خیلی از بازیکن ها اجازه این تعویز رو بدن و ایده نداشته باشن اما آلخاین ایده داره آلخاین اینجا یک حرکت فوقلاده رو به زم من انجام میده و حرکت ای چار رو اینجا انجام داد یک سرباز رو قربانی کرد اما بعد از اینکه قربانی قبول شد اینجا وزیر خودش رو گسترش میده و میبرش توی خونه جی چار و از سرباز دفاع میکنه سربازی که توی رنگ هفتمه و فوقالعاده خطرناک اینجا بازیکن سیاه میتونه تعویز کنه اما اصلا به نفعش چون اگر که اینجا تعویز کنه و تعویض بشه کاملا پوزیشن به سمت بازیکن سفید هیچ حمله ای وجود نخواهد داشت برای بازیکن سیاه و به راحتی میتونید رو توی این نقطه توی خونه دیدو قرار بدین و هیچ حمله ای وجود نخواهد داشت و به راحتی این بازی رو به برد تبدیل کنید اما بازیکن سیاه زرنگتر از این حرفاست و فیلش رو توی بازی نگه میداره و برش میگردون توی خونه ای هفت و از این سرباز دفاع میکنه چون اگر که با رخ رفتیم سراغ این سرباز حرکت رخ h 8 فوق خطرناکه و پوزیشن شما رو کاملا تهدید میکنه به همین دلیل همونجور که بهتون گفتم فیل بر میگرده و دفاع میکنه که اینجا آل خاین حرکت باز هم یک حرکت فوق العاده واقعا فوق در انجام میده حرکت G3 رو اینجا انجام میده یک حرکت واقعا فوق چون اجازه تعویض رو میدید اگر هم اینجا تعویض شد اجازه حرکت رخ چشتو دید و با اینکه پوزیشن به نظر مشابه میاد اما واقعا پوزیشن میتونه به سمت بازیکن سفید کشیده بشه همین جایی کار اینجا بازیکن سیاه حرکت سی 5 انجام میده اما آلخاین اصلا براش مهم نیست و میره سراغ سربازخونه H4 و بازیکن سیاه میره سراغ سرباز خونه ای D4 به این امید که داره تهدید میکنه و میره سراغ اسب اما آلخاین اصلا براش مهم نیست و سرباز خودش رو رو به جلو میده و حرکت H5 اینجا انجام میده بازیکن سیاه میره سراغ اسب قربانی رو قبول میکنه قربانی آلخاین رو قبول میکنه که آلخاین اینجا حرکت اچیش رو انجام میده باز هم میره سراغ سرباز خونه بی دو و دیگه باید اینجا دفاع کنه آلخاین و حرکت رخ بی که انجام میده حمله میکنه به این خونه اما وزیر گسترش پیدا میکنه همراه با کیش و حرکت بینظیر واقعا حرکت بینظیری که آلخاین اینجا پیدا کرد واقعا هر کدوم از ما باشیم یا حالا شطرنج بازهای دیگه قطعاً حرکت شاه دی یک میاد به ذهنشون که حرکت شاه دی یک رو انجام بدن اما بازیکن سیاه میخواد بره سراغ سرباز خونه ای ایدو و بعد همراه با کیش برداره به همین دلیل خاین تصمیم میگیره که توی این خونه ها نباشه چون قراره که رخ رو قربانی کنه و میره توی خونه ایدو قرار میگیره که بهترین نقطه ممکن است برای شاه اینجا بازیکن سیاه متوجه میشه که حرکت اچ 7 قرار بیاد و یک وزیر رو آلخاین در نهایت خواهد ساخت به همین دلیل با وزیرش میره سراغ سرباز خونه ای اید و همون حرکتی بتون... که بتون گفتم و انجام میده که بتونه در واقع رخ رو برداره بعد از اون همراه با کیش این سرباز رو برداره بعد تبدیل به وزیر کنه و وزیر رو بیاره توی بازی و شاید بتونه کیش و ما تحمیل کنه به الکساندر آلخاین به هر حال این حرکت انجام شد آلخاین حرکت اچ 7 انجام میده قربانی رخ قبول میشه توسط بازیکن سیاه و آلخاین سرباز خونه اچ رو تبدیل به وزیر میکنه همراه با کیش شاه اینجا جابجا جا میشه و آلخاین میره سراغ سرباز خونه در واقع F7 اینجا بازیکن سیاه همون چیزی که بهتون گفتم و انجام میده میره سراغ سرباز خونه سی دو همراه با کیش بعد از اینکه اینجا شاه جابجا جا شد عجله نمیکنه برای آوردن وزیر به بازی اول مهره خودش که اسب رو گسترش میده از این خونه دفاع میکنه و مهرش رو میخواد توی بازی نگه داره این حرکت انجام میده که ما میریم سراغ سرباز خونه ایشیش همراه با کیش شاه جابجا میشه و شما نباید اجازه بدین شاه برگرده چون میتونه خطرناک باشه میتونه حالا یه جوره خودش رو نجات بده به همین دلیل آل میخواد بره سراغ مات کردن و اول کیش میده بعد از اینکه باز هم شاه جابجا جا شد باز هم کیش میده اینجا شاه جا جابجا نمیشه بلکه فیل میاد و حمله میکنه به وزیر که آل سرباز خونه جی هفتش رو هم تبدیل به وزیر میکنه اینجا و یک وزیر دیگه رو میاره اتفاقا وزیر خودش رو هم قربانی میکنه اینجا بازیکن سیاه هم دیگه مجبور اینجا وزیر رو به بازی بیاره و سرباز خودش رو تبدیل به وزیر میکنه و الان همونجور که بهتون گفته بودم پنج وزیر توی صفحه شطرنجه اینجا آل واقعا نیست که بهش میگیم نابغه بهترین حرکت ممکنه رو پیدا میکنه و اونم حرکت رخ اچیشه ای چرا این حرکت حرکت خوبیه چون این اسب رو پین میکنه این وزیر میتونه بیاد کیش بده و شروع کنیم حمله کردن که میتونه بازی رو همینجا تقریبا میشه گفت تموم کنه این حرکت اینجا انجام شد بازیکن سیاه وزیر رو باز هم قبول نکرد و بلکه این در واقع این قط رو هم خالی کرد و قربانی فیل رو هم قبول کرد میره سراغ فیل اما این حرکت اشتباه فاحشه چون مات در پنج حرکت رو به الکساندر آلخاین اینجا دادید و آلخاین کسی نیست که مات در پنج حرکت رو پیدا نکنه اینجا آلخاین با حرکت وزیر بیچار کیش میده میدونیم که نمیتونیم قبول کنیم این قربانی رو با هیچ کدوم از مهرها چون رخ کاملا همه رخ اسب رو پین کرده و وزیر هم این فیل رو پین کرده و شما اینجا مجبوریم با وزیر بلاک کنید وزیر خودتون رو بیارید توی بازی این حرکت انجام شد که اینجا با حرکت وزیر دی ۸ کیش میدیم شاه مجبور جابجا جا بشه و الان با حرکت وزیر a سه کیش میدیم و با وزیر بلاک میکنیم که اینجا تعویز میشه و تعویز میشه با حرکت وزیر a چار کیش تو به بازیکن سیاه تحمیل میکنه و توی حرکت 29 هم بود که کیش و مات به بازیکن سیاه تحمیل شد واقعا نمیدونم که چجوری در مقابل الکساندر آلخاین این همه قربانی رو قبول میکنید واقعا من یکی اگر که در مقابل آلخاین قرار میگرفتم هیچ کدوم از قربانیاش رو قبول نمیکردم شما رو نمیدونم حتما توی کامنت ها من بگین اگر که آلخاین در مقابل شما بود قربانیاش رو قبول میکردید یا نه به هر حال این بازی تموم شد و بازیکن سیاه هم تمامی قربانی های آل رو قبول کرد که نباید میکرد به هر حال مرسی که تا این لحظه همراه من بودید اگر که انتقاد پیشنهاد و نظری دارید حتما توی بخش کامل سیکشن به من بگید و اگر که از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید که به افراد بیشتری نمایش داده بشه ممنون و تا یک ویدیوی دیگه و یک شطرنج دیگه خدا نگهدار